دو پسر با هم در یک چایخانه در بیابان دورافتاده در آلاسکا نشسته اند و درباره وجود خدا بحث می کنند. با وجود این که دوستان قدیمی هستند، اما نظرات بسیار متفاوت پیرامون خدا دارند. یکیشان ملای مذهبی یعنی کشیش است و دیگری خدا ناباور. خدا ناباور می گوید: ببین، این گونه نیست که به خدا فرصتی ندادم. من حتی دعا را امتحان کردم. کشیش با کمی ناباوری پرسید: چه زمان این اتفاق افتاد؟ دقیقا ماه گذشته. من در یک برف شدید و وحشتناک بند ماندم. کاملا گم شده بودم و نمی توانستم چیزی را ببینم. هوا 20 درجه زیر صفر بود. من در برف و زانو افتادم و فریاد زدم که ای خدا، اگر خدای وجود داشته باشد من در این برف گم شده ام و اگر تو به من کمک نکنی پس خواهم مرد. کشیش متحیر به خدا ناباور نگاه می کند و می گوید: خوب، پس باید حالا به خدا ایمان داشته باشی. از این گذشته حالا تو زنده اینجا حضور داری. خدا ناباور چشمهایش را می چرخاند و پاسخ می دهد: نه، نه، این طور نبود. چند تا از اسکیموها سرگردان آمدند و در راه بازگشت دوربین مرا دیدند و نجاتم دادند. از این رو چنین دیدگاه های مختلفی از کجا ناشی می شود؟ تعصب تایید تمایل به جستجوی تفسیر و یادآوری اطلاعات و روش‌هایی است که تصور ما را تایید می‌کنند. هرگاه درباره موضوعی با حقایق عینی روبرو شدیم، آنها را از دریچه باورهای خود مشاهده می‌کنیم. در نتیجه می‌بینیم که کجا تعصب می‌ورزیم. تعصب در موارد و قضایای عاطفی شدیدتر از حالاتی که به دنبال نتایج دلخواه هستیم. در روایت‌ها و قصه‌های عامه‌پسند، باورهای فرهنگی و ارزش خانوادگی تعصب تایید اغلب از نسل به نسل آینده منتقل می شود. کشیش از نیاکان خود آموخت که خدا پشت همه چیز است. خدا ناباور در خانواده پرورش یافت که فقط به دانش علمی اعتقاد داشتند. وقتی با موقعیت‌های ناشنا یا جدید روبرو می شویم، تعصب به ما کمک می کند تا سری نتیجه بگیریم. اگر هر برخورد با یک فرد ناشنا ما را وادارد به انواع نتایج احتمالی بیندیشیم، به هیچ نتیجه نمی رسیم. از نگاه اقتصادی این کار بسیار پرهزینه است. برای زنده ماندن در یک دنیای خطرناک یاد می گیریم مانند الگوی داستان سرایی پیرو حیوانات باشیم. هر یک از ما فکر می کنیم داستان من داستان درست است. امروزه می توانیم سرعت خود را کاهش دهیم و درباره برخی مسائل عمیق‌تر بیندیشیم. هنگامی که این کار را میکنیم میتوانیم از تعصبات خودمان آگاه شویم. متوجه میشویم که اوضاع اغلب پیچیده تر از چیزی است که فکر میکردیم. روانشناسانی چون پیتر و کاترین واتسون که اصطلاح تعصب تایید را ابداع کردند، ما را با فرضیه وظیفه قانون کشف و میگذارند. قانون پنهان در ترتیب اعداد 2, 4, 6 چیست؟ عدد درست را بنویسید و نظرتان را درباره این قانون بنویسید. روانشناس نامدار دانیل کاهنمن که برنده جایزه نوبل است، یک راه معتبر را پیشنهاد می‌کند که از طریق آن می‌توان یک باور را به افراد قبولاند و در ذهنشان تزریق کرد و آن تکرار است. زیرا آشنایی به سادگی از حقیقت تفکیک پذیر نیست. یعنی اگر وقت تفکر داشته باشیم، آرامش ایده و مفکوره خوبی است. اگر از این ویدیو نحو تشریح موضوع خوشتان آمد، مشترک این شبکه شوید. ما تلاش داریم موضوعات پیچیده را به زبان ساده و با استفاده از کارتون برای تمام شاگردان جهان آموزش دهیم.